ترکمنستان پس از جدایی از بدنه اتحاد جماهیر شوروی پیشین در دسامبر سال 1991 تلاشایش را برای انتقال گاز به جنوب آسیا آغاز کرد. زمانی که امارت اسلامی در سال 1996 قدرت را به دست داشت، گفتگوهای رسمی را برای اجرای پروژه تاپی با ترکمنستان آغاز کرد. لوله گاز ترکمنستان از دولت آباد ترکمنستان آغاز و با عبور از افغانستان و پاکستان به هند می رسد. عبدالسلام ضعیف، معاون وزارت معادن و صنایع در آن زمان، یکی از شرکت کنندگان نخستین نشست در باره تاپی در اشقاباد بود. او دلیل عملی نشدن این پروژه را در دوره نخست امارت اسلامی رقابت‌های روسیه با امریکا می‌داند. د دوی د توقع خلاف د میموراندم په نامه باندې چې دا اول تفاهم لیکدی دا د یونیکال سره نه بلکې د بریډاس سره امضا شو. چون د ترکمنستان لیوالتیا دا وه چې طبیعي منابع د دوی دي او د بریډاس چې دی په ترکمنستان کې سرمایه‌ګذاری کړې ده په تفحصاتو کې او د تیلو او د ګازو په راکښلو کې هغوی ډیر رول درلودی او شراکت هم درلودی. نو اول حق باید د دوی وي، بریډاس په دې کې دغه دوی باید وي او امریکایانو دا نه غوښتل. هرچند طالبان در سال 2001 میلادی از قدرت کنار زده شدند، اما در نشستهایی که در بیرون از افغانستان درباره تاپی برگزار می شد دخیل بودند. افغانستان اکثر مناطق غشب کرد که افغانستان اسلامی امارت کنترول لاندې وي. هیچ چانس کولی سي افغانستان د اسلامي امارت له تفاهم بغیر په داسې لویو پروژو کې دوی پرمختګ وکړي. سران ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند سه بار در سالهای 2010، 2015 و 2018 میلادی در باره تاپی رایزنی کردند. فرجامین نشست در سال 2018 به میزبانی هرات برگزار شد. در کنار آغاز پروژه تاپی در این نشست، پروژه های انتقال برق 500 کیلوولت رای آهن و فایبر نوری هم آغاز شدند، اما تاپی هنوز تکمیل نشده است. کشورهای همسایه ما به این پروژه ها بدید سیاسی منگره و هیچگاه اجازه نخواهد که افغانستان سرپای خودش ساخته شود. با سقوط نظام جمهوری تلاش ها برای تکمیل این پروژه بزرگ منطقه‌ای اثر گرفته شدند. چنانچه نخستین نشست میان هیئت‌های امارت اسلامی و حکومت ترکمنستان برای استملاک زمین در مسیر تاپی برگزار شد. فی الحال 100% حاکمیت ملی اعاده شده و استقرار اعاده شده و امنیت اعاده شده او انشاءالله از پس این پروسه به تیزی و سرعت انشاءالله میره. قرار بود پروژه تاپی در سال 2020 میلادی به بهره‌برداری سپرده شود، اما تا حال حتی کار لوله‌کشیان در افغانستان آغاز نشده است و روشن هم نیست که رسیدن به این هدف چه اندازه زمان دیگر خواهد برد.